بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی داریم در رابطه با خلیفه سوم مسلمانان حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه. پس از شهادت حضرت عمر فاروق در سال 24 هجری، شورای منتخب مهاجر و انصار که از جانب حضرت عمر انتخاب شده بودند برای تعیین خلیفه بعد از حضرت عمر فاروق به شور و مشوره نشستند. در این شورا حضرت عبدالله پسر عمر حق کاندید شدن نداشت، ولی حق رأی برایش داده شده بود. شورا در نظرخواهی که میان اعضای شورا صورت گرفت، حضرت عبدالرحمن ابن عوف پیشنهاد نمود که از میان 6 نفر کندید اختیارات به 3 نفر محول گردد. حضرت زبیر اختیار خود را به حضرت علی، حضرت طلحه به حضرت عثمان و حضرت سعد به حضرت عبدالرحمن ابن عوف واگذار کردند. حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرمود که من خلافت نمی خواهم، لذا حضرت عثمان و حضرت علی را به عنوان دو کاندید مشخص فرمود که هر یک از صحابه و خاصتاً حضرت عثمان و حضرت علی در این تعیین و در این انتخاب رضایت خیش را اظهار نمودند. حضرت عبدالرحمن ابن عوف از تمام صحابه، از حتی از کسایی که از خارج از مدینه و مدینه می آمدن، نسبت به شخصیت و فضیلت هر یک از حضرت علی و حضرت عثمان نظرخواهی می فرمودند، تا اینکه با نظر و مشوره تمام مهاجر و انصار حضرت عثمان را به عنوان خلیفه مسلمانان اعلام فرمودند. حضرت عثمان برای بیعت عمومی به مسجد آمد و پس از بیعت عمومی که در مسجد صورت گرفت، اولین کسی که به حضرت عثمان بیعت نمود حضرت علی کرم الله وجهه و باقی صحابه بزرگ اسلام بودند که به این ترتیب خلافت حضرت عثمان در سال 24 هجری شروع گردید. حضرت عثمان لقبشان زنورین و کنیش ابو عمر و نسبش به عبد مناف جد پنجم رسول خدا صلی الله علیه وسلم میرسد. مادر حضرت عثمان دختر عمه حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود و حضرت پیامبر بزرگوار اسلام دو دختر خوش را که اولا حضرت بیبی رقیه و بعد از وفات بیبی رقیه حضرت ام کلثوم را به ترتیب به ازدواج حضرت عثمان ابن عفان در آوردن، به گونه ای که با وفات حضرت ام کلثوم فرمودن که اگر برای من دختر سومی هم می بود، من به حضرت عثمان ابن عفان می دادم. نسبت به حیا و تقوا و دیانتداری و شهامت و سخاوت حضرت عثمان روایات و احادیث زیادی آمده است که پیامبر اسلام آن بزرگوار را به نام ذوالنورین یاد کرده اند و چندین بار وعده بهشت برای آن بزرگوار داده اند. از جمله این که حضرت عثمان در غزوه تبوک که مسلمانان دچار فقر و سختی بودند، غزوه‌ای که بر علیه رومیان صورت می‌گرفت، بیش از 1000 بار شتر خود را به تمام معنا برای تجهیز و آمادگی لشکر اسلام به پیامبر اسلام تقدیم داشتند و رسول خدا 3 بار فرمودند که خدایا من از عثمان راضیم، تو از وی راضی باش. و رسول خدا همیشه می فرمودند که فرشتگان از عثمان حیا می کند، ما نیز باید از وی حیا نماییم. حضرت عثمان از جمله کتاب و وحی بودند و در تمام جنگ ها یار و
سرباز پیامبر بزرگوار اسلام در صحنه های جنگ شمشیر زدن و تمام امکانات مالی و سرمایه‌ای که داشتند در این را مصرف نمودند. اولین مهاجری که از مکه هجرت نمودند به سوی حبشه حضرت عثمان بودند که با رقیه دختر پیامبر اسلام به هجرت متوسل شدند، که چند سال بعد زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند دوباره از حبشه به مدینه هجرت نمودند. حضرت عثمان در زمان خلافتشان فتوحات بزرگی نصیب مسلمانان گردید، به گونه ای که مناطق زیادی از ایران که هنوز فتح نشده بود، منطقه خراسان، جوین، بیهق و شیراز و هرات در زمان حضرت عثمان و همچنین بلخ در زمان حضرت عثمان فتح گردید. یزگرد که فراری بود و فرار نمیده بود، پادشاه آخرین پادشاه و امپراتور ساسانی در زمان حضرت عثمان به قتل رسید و مسلمانان موفق شدند که توسعه و ساحه و وسعت کشورهای اسلامی را تا شمال افریقا و نزدیک اقیانوس اطلس گسترش دهند. طرابلس و اندلس و بیشتر بلاد مغرب زمین در آن زمان به تصرف مسلمانان درآمد و در زمان حضرت عثمان اولین کشتی های جنگی و بحریه مسلمانان به دریا انداخته شد، به گونه ای که مسلمانان توانستند از آبهای عربستان گذر نمایند و وارد جزیره قبرس شوند و در آنجا رومیان را از آن منطقه بیرون رانند. در زمان حضرت عثمان قنینی یکی از کارنامه های درخشان که به نام جامع قرآن حضرت عثمان از آن یاد شده است این بود که قرآن کریمی که در زمان حضرت ابوبکر صدیق جمع آوری شده بود و نزد حضرت ام المؤمنین حفصه قرار داشت، در زمان حضرت عثمان به علت شهادت تعداد از قاریان قرآن دوباره آن قرآن در نزد حضرت عثمان آوردن و حضرت عثمان در هیئت و کمیته که تعیین نمود به گرفتن نسخه های مختلف و متعدد ساختن آن نسخه اصلی پرداختن، که امروز مصحفی که در اختیار داریم به نام مصحف امام یعنی منسوب به حضرت عثمان غنی شمرده می شود، که این نسخه ها در بلاد مختلف و در ولایات مختلف به خاطر اتحاد مسلمانان در قرائت قرآن کریم در زمان حضرت عثمان صورت گرفت. حضرت عثمان بعد از 12 سال خلافت در حالی که مشغول تلاوت قرآن کریم بودند توسط یک دشوریشیانی که در آن زمان به مدینه آمده بودند و نظر به حیا و تقوا و صداقتی که آن بزرگوار داشتن، عده از والیها و فرمانروایها استفاده جویهای نمودن، بنابراین باعث تحریک یک ده افراد شده بود که از مناطق مصر و عراق به مدینه آمده بودند و از حضرت عثمان میخواستند که آن والیها و آن افراد را عزل نمایند. به اساس همین بود که با اینکه حضرت عثمان این پیشنهاداتشان را قبول فرمود، ولی با دسیسه و توطیه‌ای که عبدالله ابن سبا و برخی از یهودیان در آن منطقه نمودند، شورشیان دوباره برگشتند و در ایجاد این فتنه و این آشوب، خصوصا با استفاده از مهر خلافت که مروان ابن حکم نمود و آن فردی که این نامه را به ولیای آن وقت می‌خواست برسانه که گویا سرلشکر و سررسته شورشیان توسط ولیها به قتل برسند، این باعث شد که شورشیان دوباره به مدینه حمله ور شوند و اطراف خانه حضرت عثمان ابن عفان را محاصره نمایند. و این محاصره بعد از چند روزی که با اینکه حضرت امام حسن و امام حسین و یاران دیگر پیامبر اسلام و حضرت علی ممانعت از این کار می نمودند، ولی بر اثر